درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید، به خصوص هموطنان عزیز و ارجمندمون درون کشور. یک ایران سپاس از همه باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته های جامعه ایرانی امروز، رسیدن به آزادی، دموکراسی، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی، برای حفظ هویت ملی میهنیمون و حفظ تمامیت ارضیمون کوشا بودید و هستید. با امید داشتن یک قانون اساسی سکولار به معنی جدای دین از حاکمیت و حکومت، با امید داشتن یک کشوری پارلمانی که نمایندگان واقعی مردم با دستی باز بتونن برای کشور و جامعه خدمت بکنن. سپاسگزاری میکنم از همه هموطنان عزیز و ارجمندم در جنبش فدایان ایران که از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور سعی و کوشش به عمل میارن تا سایر هموطنان رو در جریان حرکت‌های این جنبش قرار بدن و خواسته‌های جامعه ایرانی امروز. در این قسمت لازم میدونم که به بسیاری از سوالاتی که مطرح شده و رستاخیزی که مطرح شده و جریاناتی که میره مجدداً رخ بده درون کشور بپردازم و پاسخهایی به شما بدهم. ولی قبل از اینکه بخوام برم سر اصل مطلب که روز 22 بهمن هست و رستاخیزی دیگر برای جامعه ایرانی، مایل هستم که یک پیش زمینه‌ای در رابطه با فعالیت‌های جنبش توضیح بدم تا با نگاهی بازتر به این جریان بپردازیم. همونطور که مستحضر بودید و هستید، ما در سال گذشته بعد از ماها فعالیت، بررسی، کوشش و تلاش از خارج از کشور و همچنین درون مرز، درون کشور، سعی و کوشش به عمل آوردیم تا 3 روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی جامعه رو آگاه بسازیم که سرنوشت کشور رو به دست خودش بگیره و با نه بزرگ به حکومت اسلامی، منتها نه در نشستن در منزل بلکه کف خیابان‌ها، شرایطی برای خودش به وجود بیاره که حاکمان اسلامی و آخوندها متوجه بشن که دیگه نمیتونن بر گرده این مردم سوار بشن و از احساسات مذهبی و خرافه‌گری استفاده بکنن و در نهایت ثروت جامعه ایرانی رو به جیب بزنن و به جیب کشورهای خارجی، شرکت‌های اسلحه فروشی، میتونم بگم شرکت‌های نفتی و یا سایر کشورهایی که دارید میبینید چگونه دارن معامله میکنن با آخوندها، از سرمایه های کشور ما استفاده بکنن و بعد اصل 11 قانون اساسی رو حکومت اسلامی پیاده بکنه در روند فعالیت ها و انحصار طلبی خودش در منطقه و بخواد به قول خودش انقلاب خودش رو و تفکر شیعی و خلیفه گری اسلامی رو صادر بکنه که مجدداً باعث جنگ های متفاوتی در اون منطقه شده و گسترش پیدا خواهد کرد. پس اساس بحث ما برای انتخاب 26 اردیبهشت 3 روز قبل از انتصابات، حضور مردم کف خیابان‌ها برای نه بزرگ به حکومت اسلامی، و فکر می‌کنم همگان آشنایی داشتند و دارند با ویدیوهایی که فرستاده شد، با مطالبی که فرستاده شد، صدها هزار پیام دریافتی در عرض چند ماه که در فکر نمی‌کنم تاریخ ایران بی سابقه بوده، ارتباط مردم با خودشون و مسائلی که با هم در میون گذاشتن که از طریق کانال خودم و همچنین پشت پرده ها با شما در میون گذاشته شد. پس اساس بحث رو فهمیدیم. برای اینکه جامعه بیاد کف خیابان ها و همبستگی خودش رو آشکار بیان بکنه، به جای اینکه بره در منزل بنشینه و به قول کسانی که دست داشتن در این تحریکات نه به حکومت اسلامی بگه. همیشه خدمتتون عرض کردیم که هر جامعه‌ای میخواد به خواسته هاش دست پیدا بکنه میبایست بیاد کف خیابون‌ها. در یک دوره‌ای از تاریخ زندگیشون شده که با نافرمانی‌های مدنی به فرض اعتصابات و این چنین مسائل رو در یک کشور ما میبینیم که به وجود میاد، آغاز میشه و اون آغاز حرکت هست، اتمامش و یا خاتمش و یا پایانش نبوده و نیست تا زمانی که جامعه بتونه بیاد تو خیابون و نظریات خودش رو با همبستگی عنوان بکنه، اول به دولت و بعد به دولت‌ها و ملت‌ها. خب
چه عملی برابر این جریان قرار گرفت، من باید این رو باز بکنم برای شما به گونه‌ای که امروز ماها بعد از اون جریان میگذره شما با چشمی بازتر به این مسائل نگاه میکنید. یکی از صحبتهایی که مطرح بود و وقتی که من میرفتم با فعالین سیاسی صحبت میکردم که این بسیار حائز اهمیت از شما بدونید و از اونها دعوت به عمل میآوردم که با این جریان همراه بشن و هر کسی از دیدگاه خودش، چه جمهوری خواه، چه طرفدار نظام پادشاهی، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، هر کسی که با هر تفکر سیاسی که هست از مردم بخواد، به خاطر اینکه اینها نمیتونن رو به مردم شلیک بکنن، بیان کف خیابون‌ها سه روز قبل از انتصابات. حکومتی که احتیاج داره به رأی مردم نمیتونه آتش بگشاید و مسائل رو ساعت‌های طولانی برای بسیارانی توضیح دادم، چه در گروه ها، چه دعوت هایی که می شدم، چه به قول معروف کانفرانس کال هایی که وجود داشت، چه شخصا به حضور افراد متفاوت در اپوزیسیون رفتم و براشون توضیح دادم، چون این ماها برنامه ریزی من بود در رابطه با این مسئله به همراه افرادی که در جنبش فدایان ایران حضور داشتن و کماکان دارن. بر این پای حرکت کردیم که این متعلق است به جامعه ایرانی و همه جامعه میبایست اهم از مردم عادی و یا فعالین سیاسیشون در چنین حرکتی شرکت بکنن، چون در طول تمام اون سالها برای مردم توضیح داده شده بود که تحریم بکنید، در منزل بمونید. این حرکت تحریم و در منزل موندن سالهای طولانی انجام شده بود و آخوندها به راحتی میومدن با نشان دادن یک بدتر مردم رو میترسوندن و مردم از ترسشون میرفتن به بدی رأی میدادن، که ما در سال 88 هم دیدیم وضعیت به کجا کشیده شد. فقط این رو میخوام نمونهی بزنم که با بسیارانی صحبت میکردم براشون ترسیم کردم، گفتم شما سال 88 رو در نظر بگیرید، اگر این داستانی که در سال 88 اتفاق افتاد، فرض بگیرید کشته شدن نداها، سهرابها، اشکانها، محمد ها، سانجا و بقیه سه روز قبل از انتخابات و انتصابات حکومت اسلامی انجام می شد، آیا در اون چنان شرایطی مردم می رفتن بازم پای صندوق های رای؟ خیر، اینها اومدند با فریب، با ریا، با دروغ، با کلاهبرداری از مردم رای گرفتند، ولی همگان می دونن که چگونه تقلب کردن در رأی مردم و مردم رو کشوندن تو خیابون ها بعد از اینکه رأی داده شده بود برای اعتراضات خیابانی که در نهایت کنترل شده بود و در نهایت دیدید که موسوی مردم رو به خاطر حفظ نظام به منازل فرستاد و گفت آقا ساختار شکن نباشید، ما می خوام به دوران طلایی امام برگردیم. یعنی ترسیم بکنید برای خودتون، هر شهروند ایرانی، حالا احتیاج نداره که حتما شما سیاسی باشید، ولی تاریخی ازش گذشتیم رو آشنایی باش دارید. اگر زمانی که به سمت بچه های ما شلیک کردن بعد از انتصابات در سال 88، این سه روز، دو روز، یک روز قبل از انتخابات بود، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا بساط حکومت اسلامی برچیده نمی شد؟ به خاطر اینکه اینها به قول خودشون مشروعیتشون رو در سطح بین المللی که قراردادهای نفتی و گازی و اورانیوم و سایر چیزها رو با نام ملت ایران تمام بکنند رو از همین تعداد رأی در طول تمام این سالها دریافت کردن و به جهانیان گفتن آقا این مردم بله نارضایتی های اقتصادی دارن، اونم به خاطر تحریم هایی که همش از طرف آمریکاست و اگه ما دشمن خودمونو که آمریکاست شکست بدیم وضعیت اقتصادی خوبی هم پیدا میکنیم و در واقع این تحریم ها به نفع جامعه ایرانی هم بوده که خود ساخته شده و مسائلی که دیگه به اندازه کافی شما میدونید. یعنی در سطح بین الملل اینها با کلاهبرداری که انجام میدادن و تقلب هایی که انجام میدادن در طول تمام این سال ها مشروعیتشون رو فقط هر چهار سال یک بار از آوردن مردم به طرق مختلف پای صندوق های رای به دست آوردن. خب وقتی که ما این حرکت رو در طول تمام این سال ها دیدیم و مشاهده کردیم، دیدیم فرستادن مردم به منازل کار بزرگ اشتباهی است، اشتباه بزرگی که تا به امروز سیاسیون یا کسانی که خط میدادن به جامعه انجام دادن.
در صورتی که هیچ ملتی به خواستهاش دست پیدا نکرده، زمانی که اومده تا زمانی که نیاد وسط خیابون و اون جمعیت شور و شوق رو پیدا نکنه. ولی میباید هماهنگ باشه، میباید برنامه‌ریزی داشته باشه، میباید فرماندهی داشته باشه، رهبریت داشته باشه، ارگان‌های سیاسی همه با هم هماهنگ بکنن. من تمام این سعی و تلاشم رو انجام دادم، با هر شخصیتی که شما فکر کنید در اپوزیسیون صحبت کردم، گروه‌ها، دسته‌ها، سازمان‌ها، نهادها و غیره، تا متقاعدشون بکنم از این حرکتی که حکومت اسلامی میره انجام بده و مجدداً کلاه گشادتری بر سر مردم خواهد گذاشت. ولی شرایط به چه صورتی پیش اومد و چه کسانی باید میومدن جلو که نیومدن، برای خودش محفوظ و در تاریخ بماند. اما درس تجربه است که این درس رو میخوام برای کسانی که شاید برای اولین بار هست حتی این صدا رو میشنون انتقال بدم، تا اونها هم صاحب چنین تجربی باشن. ببینید، روزهایی در تاریخ سیاسی ما وجود داشته که این روزها بسیار حساس هست برای حکومت اسلامی، و حکومت اسلامی از هر طریقی با هر شکلی میاد استفاده و سوء استفاده ازش بکنه. یکی از اصلی ترینش همین انتصابات هر 4 سال یک بار با نام خودشون ریاست جمهوری است. پس بنابراین اگر مردم حتی در سال 88 برخوردهای خشنی رو و ظالمانه ای رو و یا حتی شلیک مستقیم به بچه های ایران رو 2 یا 3 روز قبل از انتصابات خودشون، یعنی قبل از اینکه حتی بخوان برن رأی بدن، نظارگر بودن، مطمئن بدونید که مردم جریان سیاسی تاریخی کشور خودشون رو عوض میکردن و اصلا مسیر به یک قسمت دیگه‌ای هدایت می‌شد، نه به اون شکلی که از مردم رأی گرفتن و بعد مردم رو سرکوب کردن، گفتن آقا تقلبم نشده، اینا در واقع خس و خاشاک هستن، اون چیزی که احمدی نژاد به مردم گفت. خب ما این رو در تاریخمون داشتیم. پس بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که نه فقط حکومت اسلامی، هر دولتی در جهان وقتی که احتیاج به مردم داره که یک نمایشی رو، یک سیرکی رو بازی بکنه و به اجرا بگذاره، نمیتونه دست به خشونت بزنه و نمیتونه رو به مردم شلیک بکنه. به علاوه این که صدها خبرنگار خارجی هم برای دعوت از میتونم به گزارش تهیه کردن از این نمایش و یا سیرک آخوندی و اسلامی به ایران فرستاده بوده. خب این تا اینجای قضیه. پس من ماهای طولانی با همه صحبت کردم و توضیح دادم که بله، روز تعیین شده و از همگان خواستیم که این حرکت رو انجام بدیم به جای اینکه مردم رو بفرستیم در منزل. چرا؟ مسائل رو براتون تا الان توضیح دادم و علاقمندان میتونن برگردن به اون روزها و حرفا و سخنان رو خیلی بازتر و گسترده تر بشنوند. اما سوالاتی که از طرف شخصیت ها در اپوزیسیون از من پرسیده میشد، یکی از مهمترینش این بود که آقا شما چه مقدار طرفدار داری و یا شنونده درون کشور که بخوان این حرکت رو، به قول این وریا میگن ساپورت یا اون ور بگن حمایت بکنن. شما اول باید بیا یک چند حرکت انجام بدی درون کشور تا بقیه متوجه بشن این حرکت ها در اخبار قرار بگیره، در جراید، در روزنامه ها جهانی بشه و بعد از اون بیایم و ما به شما بپیوندیم. اگه این حرکت ها انجام نشه، خب هر کسی میتونه بیاد بگه آقا من این مقدار طرفدار دارم و اینها میخوان این حرکت رو انجام بدن. پس اعتباری به شما داده نمیشه تا زمانی که یک حرکت یا چندین حرکت متفاوت رادیکال انجام بدید. من فقط اینو میخوام این گونه براتون توضیح بدم که به هیچ عنوان من به دنبال حرکت های رادیکال نبوده و نیستم، ولی حضور یک جامعه رو وقتی که میاد کشورش رو پس بگیره، در واقع نمیشه نادیده گرفت. این جامعه ناراضیه، ناراحته و خودش میدونه درون میدان چگونه باید کشورش رو پس بگیره، که به هیچ عنوان حرکت رادیکالی گفته نمیشه. هیچ موقع جامعه ما نمیاد یک حرکت رادیکالی رو، یا آتش زدن باشه یا خراب کردن باشه یا کشتن باشه، انجام بده. این جامعه از همه طرف داره سرکوب میشه ولی خونش به جوش اومده. هیچ موقع هم ندیدید که من بیام به قول معروف فرمان آتش بدم یا بگم حرکت‌های نظامی و مسلحانه انجام بدید.
اما همیشه خدمت مردم عرض کردم که میبایست از جانتون پدافند بکنید. این گونه نیستش که حکومت اسلامی بیاد بزنه تیکه پاره بکنه و شما هم بگید آقا راهپیمای سکوت به راه میندازیم. خیر، با تشخیص هویت حکومت اسلامی درون کشور شما میتونید متوجه بشید که چگونه باید کشور رو پس بگیرید، که به هیچ عنوان معنی حمله رو نمیده، بلکه دفاع شخصی است و در نهایت دفاع میهنی. خب یکی از ابزاری که بعدها مد شد که شما امروز نظاره‌گرش هستید دقیقاً چنین حرکت‌هایی است. یعنی افراد میان برای نشون دادن یک حرکت به فرض سیاسی درون کشور حرکت‌های رادیکال انجام میدن. فرض بگیرید چند قسمت رو به آتش میکشن، سنگ پراکنی میکنن و از این جور مسائل. چرا این اتفاق میفته؟ اینها بر پایه همین صحبتی که افراد از طریق من ناشایست درون مملکت یا برون مرز بهشون داده میشه حرکت خودشون رو به سمت جلو پیش میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد به دنبال قدرت سازمان یافته یا ایدئولوژیکی خودشون هستن که میخوان به چشم بیان، یک حرکتی رو بکنن که به چشم بیان و مردم بگن اینها انقدر طرف دادن پس بهش بپیوندیم. در صورتی که مسئله من و ما در جنبش فدایان فقط پیوستن مردم یا اضافه کردن مردم با یک سری تحریکات رادیکالی نیست، بلکه معنی و مفهوم از اون حرکت هست که ما برای چی داریم این حرکت ها رو به راه میندازیم. و اصلا مطرح کردن نوع تفکر یا ایدئولوژی خاصی نیست. تنها کسانی در این چنین مسیرها میفتن که میخوان خودشون رو به نمایش بگذارن که آقا ما حضور داریم، ما رو بپذیرید و بعد از اون به ما بپیوندید. در غیر این صورت ما به فرض بیشتر آتیش میزنیم، ما بیشتر سنگ پراکنی میکنیم یا حرکت‌های رادیکالی به این شکل، که به قول معروف به من هم پیشنهادات فراوان هر روز داده میشد که آقا باید از این حرکت‌ها استفاده بکنی، باید برید جلو و از مردم بخوان که حرکت‌های رادیکالی انجام بدن، که من هیچ موقع این رو تایید نکردم و گفتم به دنبال حرکت‌های سازمان یافته جامعه به شکل قدرت اجتماعی هستن که یک جامعه بیاد کف خیابون‌ها بدونه چه چیزی رو میخواد و چه چیزی رو نمیخواد، و بعد رهبرانی درون این کشور در استانهای مختلف و جای جای کشور وجود داشته و داره که اینها خودشون اون جمعیت رو هدایت میکنن که مملکت در چنین روزهای بحرانی به آشوب کشیده نشه. ما نمیخوایم حکومت اسلامی فروپاشی بشه، ما میخوایم حکومت اسلامی سرنگون بشه توسط مردم، مردمی که آگاهانه وارد میدان شدن و میدونن چه چیزی رو میخوان. پس راههایی رو که به من پیشنهاد میدادن برای نشون دادن جنبش فدایان، حرکت اصلیش این بود که آقا شما باید حرکت‌های رادیکالی انجام بدید تا ما بتونیم به شما بپیوندیم، ما بدونیم که آقا شما رو میخوان، طرح شما رو میخوان، میپذیرن تا ما بتونیم روی شما حساب باز بکنیم. این اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی این افراد بوده که هنوز نگرفتن از چه طریقی میشه یک کشور رو آزاد ساخت و نه فقط آزاد بسازیش، بتونی کشور رو به گونه‌ای هدایت بکنی این کشور از هم نپاشه در روزهای بحرانی، در روزهایی که حکومت اسلامی نظامیانش اسلحه ها رو زمین گذاشتن، قسمت اعظمش نظامیان به مردم پیوستن و مردم خودشون هستن که با غیرت و شرف و آگاهی که هر کسی در هر منطقه‌ای داریم اون منطقه خودش رو حفظ میکنه که کشور از دست نره. ولی اگر ما میخواستیم بیایم و چنان حرکتی انجام بدیم که افراد از من و ما میخواستن، ما اصلا به مرحله دیگه ای میرفتیم و هیچ موقع نمیتونستیم چنین دستاورد مهمی رو داشته باشیم در تاریخ که بتونیم از موضع قدرت صحبت بکنیم. چون تمام صحبتهایی که انجام دادم برای مردم درست بود، چه در رابطه با گذشته چه در رابطه با آینده، و همچنین راهی رو که پیشنهاد کردم راه درستی بود که در نهایت میدونستم یک روزی یک زمانی بالاخره مردم میان کف خیابون. و فقط میخوام این رو بازم براتون توضیح بدم، از این بحث من این نتیجه رو به دست بیارید که من تمام سعی تلاش خودم رو انجام دادم، اما راههایی رو که افراد برای پیوستن به جنبش فدایان ایران، یا اصلا مسئله پیوستن هم نبود، ما که نه ایدئولوژی داریم نه چیزی، پیوستن به این حرکت بزرگ در سطح جامعه،
اینکه آقا شما بیا نشون بده یک حرکتی در ایران به قول معروف بزن که ما متوجه بشیم شما افرادی در اون کشور حمایتت میکنن. خب از اونجایی که من به فکر قدرت نبوده و نیستم که بخوام بیام قدرت سیاسی رو در اون کشور به دست بگیرم و بشم یک گروه سیاسی که دارای یک ایدئولوژی خاصی هست، این حرکت این افراد رو قبول نکردم و همیشه در گروه ها که بحث میشد براشون توضیح دادم که این اشتباه سیاسی شماست. خیلی راحت میشه از هموطنان خواست که برن این حرکت ها رو انجام بدن، هیچ کاری نداره. گرفتن یه فیلم 30 ثانیه یک دقیقه ای و آتش زدن یک محل، یاد نمیدونم پرت کردن آجر و سنگ و اینجور چیزا، هر کسی میتونه در هر گوشه این کار رو انجام بده. اما چه معنی و مفهوم میتونه داشته باشه که بیاید صحبت ها رو بپذیرید؟ خیر، جامعه‌ای که خودشون مدعی سیاسی بودن میدونه و افرادی که خودشون رو سیاسی میدونن باید به مفاهیم، به زمان و مکان توجه بکنن. یعنی وقتی که یک برنامه ریزی میشه برای مردم، باید به مفاهیمی که درش نهفته هست گنجانده شده توجه بکنن و در رابطه با اون مفاهیم بشه صحبت کرد و به قول معروف کالبد شکافیش کرد، یا در رابطه باش صحبت کرد و مورد پرسش و پاسخ قرار داد که آقا ما به دنبال چه چیزی هستیم، چه چیزی رو میخواییم از این حرکت، ما در این حرکت ها میخواییم به کجا برسیم، به دنبال چه نوع تفکری هستیم، آیا تفکر یا حقوق مدنیه. که همیشه خدمتتون عرض کردم تمام صحبت من تا به امروز بر پایه پسگیری کشور و پایه‌گذاری حقوق انسانی و حقوق مدنی درون کشور، اونم به دست ملت ایران، به هیچ عنوان برای نوع تفکر سیاسی یا بینش مذهبی نیست که یا مورد تشویق قرار بگیره یا تنبیه. بلکه ملتی که خودشون آگاهانه وارد میدان شدن و میشوند، میتونن در نهایت در یک رفراندوم به یک نوع نظامی رأی بدن. این نهایت داستان است. و بعد از اون مجلس مؤسسان، شورای ملی و سنا که نمایندگان آزاد خواهند بود، دیگه کسی نه دروغ احتیاج داره بگه نه بترسه، و اون رقابت ها در آینده انجام خواهد شد. و ما بحث تفکر سیاسی یا بحث نگرش مذهبی افراد رو نداشتیم به هیچ عنوان، چون اصلا آینده ای رو که ما در ایران برای خودمون در نظر میگیریم تفتیش عقاید نیست، زورگویی نیست، تهدیدم نیست. هر شهروند با داشتن تمام این تجربیات بیاد یک روزی در رفراندوم رأی خودش رو به صندوق بندازه، که به هیچ عنوان شعار این گروه و اون گروه و سازمان ایکس و سازمان ایگرگ هم نمیدیم. با چنین تفکری ما به میدان اومدیم، برنامه ریزی کردیم برای 3 روز قبل از انتصابات و توضیحات کافی رو در صدها ساعت برای مردم دادم و هزاران هزار پیام به دست ما میرسید که همه اونها رو تا اونجایی که در توان بود روی کانال قرار بدیم. خب این دستاورد یکی از قدم‌های نخستین رسیدن به یک جامعه مدنی است، حرکتی که ما در جنبش فدایان ایران انجام دادیم. یعنی اگه ما می‌خوایم یک کشوری بر پایه حقوق انسانی داشته باشیم، می‌بایست جامعه رو اینچنین آگاه بکنیم از روزهایی که در انتظارشه و یا روزهایی که از دست میره. و من فقط میتونم این رو به این شکل باز بکنم که این قسمت سیاسیشو الان براتون توضیح میدم در سطح بین الملل. خب این در سطح داخلی رو براتون توضیح دادم، این یک شکل بین المللی هم داشت که ما چرا حتی در سطح بین الملل به عنوان اولین جنبشی که صدها فیلم فرستاده شده، هزاران هزار تصویر فرستاده شده، ده ها هزار پیام فرستاده شده رو روی لاین قرار میدیم و مردم دارن با هم صحبت میکنن، پیام میدن و دارن جمع میشن، رو چرا در سطح بین الملل یا دیدگاه کسانی که در رأس مدیریت رسانه ها بودن، اونها چه دیدگاهی هم داشتن رو هم براتون توضیح میدم. پس قسمت اول رو براتون توضیح دادم، اشتباهات گروه های سیاسی رو براتون توضیح دادم که یکی از این اشتباهات هم دو تا نقطه اصلی داشت. یک، سوالی که مطرح میشد از طرف طرفداران نظام پادشاهی که آقا من آیا هماهنگ کردم با شاهزاده رضا پهلوی یا به قول معروف اوکی شاهزاده رضا پهلوی رو دارم یا ندارم. این یکی از اشتباهات سیاسی و پرسش های اشتباه سیاسی بود که آگاهانه وارد جامعه سیاسی ایران شده بود و افراد میپرسیدن، که این یکی از اشتباهات بزرگ است، در صورتی که
ما وقتی به یک جامعه آزاد مینگریم، از خود شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا من تا سایر کسانی که این چنین فکر میکنن، جامعه‌ای که درون کشور هست مسائل رو داره میبینه، روزگار رو داره سپری میکنه، خودش تصمیم میگیره و بعد حرکت میکنه، احتیاج از اجازه گرفتن از شاهزاده رضا پهلوی رو نداره. اصلا این مخالف دقیقاً تفکر خود شاهزاده رضا پهلوی هم بوده و هست که یک عده‌ای که طرفدارشن بیان ازش اجازه بگیرن اگه میخوان تظاهراتی در ایران به راه بندازن. شما در هیچ کجا نمی‌بینید شاهزاده رضا پهلوی بگه از من اجازه بگیرید تا من به شما بگم چیکار بکنید چیکار نکنید. این یکی. در قسمت بعدی صحبتی که مطرح می‌کردم گفتم آقا روز نباید تعیین بشه، در صورتی که من براشون توضیح میدادم، ساعت‌ها توضیح دادم، گفتم اگر این جامعه ای که از هم پاشیده، هزار و یک مشکل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و و و غیره رو داره که از هر سو مورد تهدید قرار میگیره و فشار، باید در یک نقطه به هم برسن، حداقلش اینه که در یک روز مردم بدونن یک برنامه ریزی برای یک روز دارن که بتونن خودشون رو در یک نمایش میتونم بگم قدرت اجتماعی نشون بدن. ما اگر روز اعلام نکنیم چجوری میخوایم مردم رو همبسته بکنیم؟ نه فقط ما، در هر حرکت انقلابی به قول معروف برای رسوندن یک جامعه به یک انقلاب دموکراتیک، نه فقط در ایران بلکه در سر تا سر کشورهای جهان در تاریخ هست، مردم روز اعلام میکنن، سر اون روز سر اون ساعت میان بیرون، مکان مشخصه و مردم میان حضور دارن. حال درگیری میشه یا نمیشه دیگه بستگی اون تاریخ داره و برخوردش با اون نظامی که باهاش روبرو هستند. اما دو سوال اصلی رو مطرح میکردن که این دو سوال هم جزو ضعف‌های سیاسیشون بود. حالا کسانی که حقیقتاً ناآگاهانه وارد این میدان شده بودن، که من میدونستم ناآگاهانه است ولی بهشون خط داده شده، این که حتی خلاف تفکر شاهزاده رضا پهلوی هم سوالاتی مطرح میکردن. آقا شما رضایت ایشون رو به دست آوردی میخوای یک حرکت سیاسی درون کشورت به راه بندازی و بعد تنگ کردن روز. خب من میدونستم که بعد از زمانی که میگذره اینا دستاوردهاست، تجربیات با پاسخهایی که خود شاهزاده میدن در رابطه با سوالاتی که از ایشون مطرح میشه و یا گروههای سیاسی و تاریخ به اثبات میرسونه، زمان مشخص میکنه که این جامعه در چه دورانی اشتباه داشته، اشتباه کجا بوده تا بتونه اشتباهات خودش رو رفع بکنه و در نهایت به خواسته‌هاش دست پیدا بکنه. پس حالا دیگه چه مسائلی رو از طرف حکومت اسلامی، از طرف وزارت اطلاعات در خارج از کشور روزانه پخش میشد و صحبت میشد، چه پولهای آنچنانی خرج میکردن در دنیای مجازی و همچنین رسانه‌ها برای خودش بمونه که باز برمیگردم بهش و توضیح میدم. ولی در دنیای بین‌الملل فرض بگیرید مثلا تلویزیون‌های فارسی زبان صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی و دویچه وله و غیره، اینها هم تمام این روزگار رو می‌دیدن، چه در یوتیوب، چه صفحه فیسبوک، چه تلگرام، و حجم پیام‌ها داده می‌شد. حتی میتونم به این شکل خدمتتون عرض بکنم که ده‌ها برابر حجم پیام‌هایی که فرستاده می‌شد از تمام این خبرگزاری‌ها بالاتر بوده و کماکان هم هست. یعنی شما هیچ رسانه‌ای نمی‌دیدید که این مقدار حجم پیام داشته باشه تا از طرف مردم مستقیما باهاش صحبت بکنه. حالا کسانی که برنامه‌ساز هستن بعداً می‌تونن بیان و خودشون عنوان بکنن. از طرف این رسانه‌ها مطرح نشد به هیچ عنوان. یعنی سعی کردن جنبش فدایان ایران رو و این حرکت سه روز قبل از انتصابات رو یک درپوش و سرپوشی روش بگذارن. خب میگم اون حرکات رادیکال انجام نشد چون نمیخواستیم به هیچ عنوان حرکت ها رو رادیکالی بکنیم. اعتقادی به حرکت رادیکالی ندارم. زمانی که یک جام یا پارتیزانی یک جامعه است، خواست من اینه که یک جامعه متوجه بشه کجا قرار گرفته، چه ثروتی داشته و داره، چگونه میتونه کشورش رو پس بگیره و راحت زندگی بکنه، به قول معروف عیسی به دین خودش و موسی به دین خودش، از باورهای مذهبی مردم، از اعتقادات مذهبی مردم استفاده و سوء استفاده نشه، جیبشون رو بزنن و یک نفر اونجا قرار بگیره تمام ثروت جامعه ایرانی بالا بکشه و به مردم بگه شما نمیفهمید، من فقیه عالی قد هستم، نماینده امام زمان، و تو سرتون میزنه اگه کسی بخواد حرفی بزنه و به راحتی مردم رو بکشه، در سیاه‌چاله هم بنزه و شکنجه بکنه. اینو به هیچ عنوان نمیخواد. خب در سطح بین‌الملل که وقتی پیام ها داده میشد و من برشون تماس میگرفتم میگفتم چرا واقعیت ها رو مطرح نمیکنید، پاسخی داده نمیشد. البته من میدونستم که سیاست ها چگونه است و این سیاست رو الان براتون میشکافم. تا
تمام صحبتایی که من برای شما انجام دادم در این تاریخ هست، روی کانال خودم هست، در قسمت وایس های شمیرانی میتونید تشریف ببرید و ببینید. و بعد توضیح دادم، اتمام حجت میکردم با جامعه که اگر این تاریخ رو از دست بدید، برای پسگیری کشور ما هزینه های بیشتری باید بپردازیم. چراهاش دلایل متفاوت هم توضیح دادم که نمیخوام در این بحث بگنجونم، ولی میخوام نقش رسانه های خارجی رو بگم که به چه علتی اینها جنبش فدایان ایران رو اصلا به هیچ عنوان مطرح نکردن، به گونه ای که خود خامنه ای در 3 هفته قبل از انتصابات 2 بار در رابطه با همین مسائل صحبت کرد و 3 بار سخنرانی در رابطه با، میتونم بگم 2 هفته قبلش در رابطه قبل از انتصابات، در رابطه با انتخابات که چه مقدار مهم است و هر کسی که بخواد انتصابات رو به هم بزنه تو دهنی میخوره از طرف ما. یعنی حکومت داشت خط و نشون میکشید برای جنبش فدایان ایران و خواست این جنبش از رستاخیز 3 روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی به کف خیابان‌ها بیان و از اون روز آغاز بکنن، نه اینکه در اون روز بمونن، ادامه پیدا بکنن و مردم پای صندوق‌های رأی، نه اینکه نرن در منازل هم ننشینن کف خیابان‌ها بگن آقا ما رأی نمیدیم، شما نمایندگان واقعی ما نیستید. خب حکومت داشت خط و نشونش رو می‌کشید، رسانه‌های خارجی به طور کلی به قول معروف این رو ساکتش کردند و هی از من پرسیده میشد که آقا شما آیا تنها دارید این کار رو انجام میدید؟ پس بقیه چرا راجبش صحبت نمیکنن؟ دلایلش رو دارم خدمتتون عرض میکنم. در بخش اپوزیسیون چه افراد نفوذی، چه وابستگان به وزارت اطلاعات، چه افرادی که گمراه شده بودند و یا حتی هنوز نگرفتن که اصلا حتی خواسته های شاهزاده رضا پهلوی چیست و کیست. شاید ایده بیان بگن آقا ما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستیم، اما حقیقتا هنوز نگرفتن که ایشون چه ایده ای داره، چه نظریاتی داره، اصلا چی میگه. وقتی میگن شما اجازه از ایشون دارید، یعنی هنوز نگرفتن اصلا ایشون کی است و چی داره میگه، چه خواستایی برای فردای آینده ایران داره. حال برای مردم توضیح دادم که وضعیت خاورمیانه به چه شکل هست و اگر مردم سرنوشت خودشون رو در 3 روز قبل از انتصابات تعیین نکنن، دچار بسیاری از مکافات ها خواهند شد که جلوش رو هم نمیشه گرفت، چون عده از این کشورها ناراضی هستن از روند گسترش و فعالیت های شیعه‌گری در اون منطقه و صدور انقلاب خمینیزم به سایر کشورها که منافع این کشورها داره به خطر میندازه. خب اینا ساکت نمیشینن، همونطور که منافع صدام حسین در خطر افتاد و پیام هایی که خمینی چپ و راست میداد برای انقلاب اسلامی دیگه در عراق، به دلیل اینکه اینها 60% شیعه بودن و خمینی هر روز پیام میداد به مردم عراق و ارتش عراق که به پا بخیزید این بحثی رو هم سرنگون بکنید، شما هم مثل ایران دارای کشوری اسلامی و شیعه بشید و ما رو وارد جنگ 8 ساله کرد که دلایلش رو در اون حماسه دفاع میهنی ایرانیان براتون توضیح دادم. ولی این مسائلی بودش که من برای جامعه توضیح میدادم در بخش بین الملل و همچنین خاورمیانه. توضیح دادم که اسرائیل کجا قرار گرفته و عربستان سعودی چیکار داره انجام میده و اگر این مردم سکوت بکنن، اینها میرن که قراردادهای خودشون رو ببندن و همینطور هم شد. دقیقاً بعد از انتصابات حکومت اسلامی بود که نشست‌های بزرگ عربستان سعودی، کشور اسرائیل، کشورهای متحده عربی یکی پس از دیگری انجام شد بعد از رفتن ترامپ به عربستان سعودی که قرارداد 480 میلیارد دلاری تا 500 میلیارد دلاری به مدت 10 سال با عربستان سعودی بست. یعنی مشخصاً خواستن نیروی نظامی پیشرفته عربستان سعودی رو فعالش بکنن و نیرو بهش ببخشن. وقتی که 100 میلیارد دلار خرید تسلیحات نظامی میشه، بدونید یعنی چه حرکتی که انجام بشه. و همچنین حتی در همون اوایلش هم اسرائیلی‌ها یه مقداری شکایت کردن که آقا اینها بیش از حد دارن دارای تجهیزات میشن، ولی در رأس با زد و بندهای آمریکا براشون توضیح داده شده بود که این حرکت میباید همگام و همسو انجام بشه. خب من همه اینا رو حتی در اون زمان برای مردم توضیح دادم، زمانی که شما فرض بگیرید 6 ماه مونده به این داستان ها برسید، من 6 ماه جلوتر برای مردم توضیح دادم که در 6 7 ماه آینده 8 ماه آینده شما کجا قرار خواهید گرفت. ولی میگم صدا گسترش پیدا نمی کرد، فقط در فضای مجازی بود و هیچ رسانه‌ای هم حاضر نبود که این مسئله برای مردم به اون شکلی ما داریم توضیح میدیم بشکافه و مردم بخواد که بیان کف خیابونا قبل از اینکه بخواد دیر بشه. چرا به چه عللی این رسانه ها صحبتشون نمی کردن رو دارم براتون توضیح میدم.
قسمت سیاسی و تاریخیشون دارم براتون توضیح میدم تا بدونید. تمام این رسانه ها، یعنی رسانه صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی، زیر نظر سازمان امنیت این کشورها قرار گرفته و اون شکلی رو که خودشون دوست دارند یک برنامه ای رو میدن، تهیه میکنن، میدن اون دست اون خبرخون یا اون برنامه ساز، اونها انجامش میدن. همان چیزی که اینها هست میخوان انجام بشه رو انجام میدن و از اون میتونم بگم زبان فارسی این افراد استفاده میکنن. خب سیاست اینها چی بود؟ سیاست دولت آمریکا برای جلب نظر عربستان سعودی برای پذیرش خرید تسلیحات نظامی به شکل 500 میلیارد دلاری در وضعیت بد اقتصادی آمریکا میرفت که برابر هر جریانی بیسته که اگه بخواد این قراردادها رو کنسلش بکنید. به چه شکل؟ شما حسابشو بکنید. اگر مردم ایران 3 روز قبل از انتصابات میومدن به خیابونها و اعلام میکردن میلیون ها نفر که به این حکومت رأی نمیدن، این حکومت نامشروعه، اصلا این حکومت از طرف ملت ایران و نمایندگان واقعی نیست، این کشور اشغال شده است توسط این افراد، خب عربستان سعودی و کشورهای دیگه و همچنین کشوری مثل اسرائیل هیچ موقع نمی‌رفتن به دنبال طرح جنگ یا برنامه‌ریزی اتحاد کشورهای عربی یا به وجود آوردن یک قدرتی با نام ناتو عربی. اینا میومدن چیکار میکردن؟ میگفتن آقای مردم خودشون مسیرن به صورت مشخص، میخوان انقلابی به راه بندازن و مردمی که میخوان انقلاب به راه بندازن دارن جونشون رو گذاشتن کف دستشون و در خیابان ها هستن، ما برای چی بخوایم بریم تسلیحات نظامی تهیه بکنیم و یا این کشورها وارد جنگ بشن؟ که حتی وارد جنگ شدن میتونه به نفع حکومت اسلامی هم باشه و از این موقعیت از احساسات میهنی افراد استفاده بکنه، دقیقاً همونجوری که خمینی استفاده کرد. پس نمیتونستن این عمل رو انجام بدن. برای فروش تسلیحات نظامی و به وجود آوردن این شرایط درون منطقه سرپوش و درپوشی بود بر روی جنبش فدایان ایران و همچنین جلوگیری کردن از 3 روز قبل از انتصابات، به راه انداختن انتصابات حکومت اسلامی. و من بازم دارم توضیح میدم که این از لحاظ تاریخی و سیاسی شو دارم براتون توضیح میدم که جامعه که میلیون ها نفرش کف خیابون هاست و نه بزرگو داره به حکومت اسلامی میگه، آقای ترامپ دیگه نمیتونست بره به عربستان سعودی و 500 میلیارد دلار قرارداد نظامی ببنده. وقتی که رسانه های مثل صدای آمریکا، رادیو فردا و یا بی بی سی، دویچه وله و هر رسانه بین المللی دیگری از اف آر در حالا فرانسه، اف آر ای همچین چیزی هست، صدای فرانسه که پخش میشه، اینها می اومدن واقعیت ها رو نه که بخوان خبر به وجود بیارن، نه، خبرهایی که هر روز، پیام هایی که بچه ها می دادن از درون کشور، برای اینکه ما از جونمون میگذریم، وصیت‌نامه‌مون رو نوشتیم، مادرانی که فرزندانشون رو فرستادن برای پسگیری کشور، اینا رو پخش میکردن. ببینید در چه وسعتی قرار میگرفت حرکت و ما به کجا میرسیدیم و شما اون شکل نمایش قدرت اجتماعی رو درون کشور ملاحظه میکردید و میدیدید دقیقا من چه میگفتم. اما برای اینکه بتونن این فضا رو در عربستان سعودی اول به وجود بیارن توسط پادشاه عربستان و بعد از اون قراردادهای نظامی، فروش تسلیحات نظامی، نه 10 میلیارد و 50 میلیارد، صدها میلیارد دلار، و بعد خواستن و به وجود آوردن شرایطی که وارد یک حرکت رادیکالی بشن که حتی کشورهایی مثل امارات متحده عربی، کویت، قطر و کشورهایی که نفتخیز هستن، خود حتی کشور عراق، اینا دست پیدا بکنن به خرید تسلیحات نظامی. که آقا همه کشورها احتیاج دارن اینکه تسلیحات نظامیشون رو قوی تر بکنم، که کار به جایی برسه که حتی روسیه هم بیاد وارد میدان بشه، به کشورهای همپیمان خودش بگه آقا میبایست تسلیحات نظامیتون رو قوی تر بکنه، یعنی اون هم بیاد از این موقعیت استفاده بکنه و تسلیحات نظامی بفروشه، چون دو کشور اصولا در جهان هستن که تسلیحات نظامی به فروش میرسونه از همه قوی تر، یکی آمریکا، یکی روسیه، حالا انگلستان برای خودش محفوظ و یا فرانسه و غیره، ولی این دو کشور در رأس هستن. پس چرا درپوش و سرپوش روی خبرها قرار داده شد که این جریان 3 روز قبل از انتصابات در ایران انجام نشه؟ به خاطر فروش تسلیحات نظامی و به راه انداختن این جریانات سیاسی تاریخی نظامی که در منطقه میره انجام بشه، که شما هر روزش رو مشاهده کرد. اینها رو من چه زمانی برای مردم توضیح دادم؟ یعنی 7 ماه، 6 ماه، 8 ماه قبل از اینکه مردم به این دوران برسن.
یعنی توضیح دادم اگر این حرکت ها رو انجام ندید به اون روزگار خواهید رسید، به اون روزگار میبینید شما. زمانی که دلار پایین تر بود گفتم دلار ریال ایران و یا تومان ایران ارزشش از بین خواهد رفت به اون شکلی که شما دارید و بعد ارزش دلار بالاتر خواهد رفت اون چیزی که دارید میبینید و این روند کماکان همجور ادامه پیدا میکنه. حال این پیش‌زمینه رو براتون توضیح دادم تا شما متوجه بشید که چرا برابر جنبش فدایان ایران از هر سوی ایستادند، کسانی که از طرف حکومت اسلامی بودن، از طرف وزارت اطلاعات که وابسته های مستقیمشون در دنیای مجازی و یا حتی رسانه های لس آنجلسی بوده و هست و اینها خط سیاسی نادرست به مردم تا به امروز دادن و هر کسی یا هر شخصیتی که اومده جامعه رو هم بسته بکنه رو یا به شکلهای متفاوت ترور شخصیت اگه زمانی هم بتونن ترور فیزیکی هم انجام میدن. این از یک سو، از طرف حکومت اسلامی که نمیخواست همچین مسئلهی به وجود بیاد به دلیل اینکه اون اگر همچین اتفاقی میافتاد روسیه اولین کشوری بودش که دست حمایتش رو از پشت خامنه‌ای برمی‌داشت به صورت مشخص، چون متوجه می‌شد که دیگه برابر میلیون‌ها نفر درون کشور نمیتونه بشه. این کشور ما کشور سوریه نیست که بیان یه چند نفرشون رو بکشن و بعد مردم کنار بکشن. از طرف دیگه شخصیت‌هایی بودن که از من می‌خواستن به نادرست حرکت‌های رادیکال درون کشور انجام بدن تا اونها متوجه بشن که بله حرف من خریدار داره در اون کشور و بعد اونها بتونن حمایت بکنن، که این هم نادرست بود به خاطر اینکه حرف و منطق من، بیاناتم، دلایل و استدلالی که براشون می آوردم می بایست قرار می گرفت در ذهنشون و برنامه ریزی هاشون و من سازماندهی رو که انجام داده بودم می گفتم به همه گروه ها هر کسی با هر تفکری که هست و هر جوری که دشمن حکومت اسلامی هست بیاد در کنار هم قرار بگیریم و همه با هم یک حرکت بزرگ رو انجام بدیم، تشکیلاتی، یک حرکتی که متعلق به ملت ایران است. ملت ایران در آینده دارای نهادها، سازمانها، ارگانهای متفاوت، اندیشه های متفاوت و یک جامعه فعال و دموکراتیک خواهد بود. خب یک جامعه که میخوایم به دموکراسی دست پیدا بکنه که نمیتونه صاحب فقط یک گروه، یک حزب، یک دسته، یک شخص باشه، بلکه همه میبایست در چنین جامعه‌ای فعال باشن. پس از قبل میبایست آدم خودشو آماده بکنه برای چنین جامعه‌ای، نه اینکه ما همه چیز رو بسپاریم دست یک گروه، یه دسته، اون هم بیان زد و بند سیاسی آمریکا و کل جهان رو داشته باشن و یا نظامی بعد بخوان وارد ایرانشون بکنن و بعد دوباره میشه همین تکصدایی و انحصار طلبی منتها به شکل دیگری. خب ما اینو نمیخواستیم. همیشه روی قدرت اجتماعی مردم حساب کردم و مسائل رو برای مردم توضیح دادم. پس از یک سو وزارت اطلاعات بود که ترور شخصیتی انجام میداد، یعنی ثانیه اینها دستبردار نبودن و حتی تمام وبسایت و غیره هر حرکتی رو که من داشتم انجام میدادم اینا سعی کردن و انجامش دادن که حرکت های سایبری انجام بدن و به قول معروف ارتباط من رو با درون کشور از بین ببرن. از یک سو، از طرف دیگه فعالین سیاسی خارج از کشور بودن که با چنین منطقی، با سوال‌های نادرستی که پرسیده میشد، این حرکت رو تحت شعاع قرار میدادن و اصلا نپیوستند، به غیر از یک عده‌ای که از پایه با خود من بودن و من با اونها مشورت میکردم و مسائل رو بررسی میکردیم و بهشون هم گفته بودم تا زمانی که این حرکت به جایی نرسه شما احتیاج نیست که اصلا وسط بیان، چون به هر روی ازشون نخواسته بودم، از گروه های سیاسی که ما با هم همکاری میکردیم و فعالین سیاسی که اونها مستقیماً حضور داشته باشن، چند تنی که من باشون گفتگو میکردم مسائل رو باشون در میون میگذاشتم و غیره، تا زمانی که چیزی مشخص بشه مردم بیان و خودش مردم آغازگر رفرم درون کشور بشن به صورت یک انقلاب دموکراتیک، نگون مسائل شبه رفرمی که حکومت اسلامی با نام اصلاح طلبی درون کشور مطرح میکنه. به هر روی از طرف دیگه سازمان ها و یا نهادهای بین المللی بودن که میخواستن از طرف سازمان امنیت خودشون که هیچ جریانی درون کشور قبل از انتصابات اتفاق نیفته، اینها بیان قراردادهای خودشون رو بنویسند و بعد از اون وارد یک جریان تاریخ و نظامی بشن، که این وضعیتی است که شما دارید میبینید و من باز دارم توضیح میدم کوتاه مختصر. اگر ملت ایران به پا خواسته بودن سه روز قبل از انتصابات
هیچ موقع ترامپ سفرش رو به عربستان به اون شکل انجام نمیداد، هیچ موقع پادشاه عربستان حتی وزرای خودش رو که در طول تمام سالها داشتن و میلیونرهای خودش رو اینچنین زندانی نمیکرد. من فقط اینجا براتون یک توضیح بدم در رابطه با عربستان سعودی و همچنین کشوری مثل امارات متحده عربی، ابوظبی، قبلا هم اینها رو توضیح دادم. به خصوص اول از عربستان شروع بکنم که این کشور به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی کسانی که در پایه‌های قدرت بوده و کماکان هستند که گرایش مستقیم به انگلستان داشتن از سالهای آغازینی که اصلا عربستان به این شکل شروع به یعنی حکومتش شکل گیری کرد که انگلستان نقش اصلی رو در اون پایه‌گذاری داشت و همچنین پادشاه عربستان که طرفداران خودش رو با نگرش آمریکایی داره، یعنی آمریکایی‌ها در رقابتی هستند برای به قدرت گرفتن میتونم بگم لابیست هاشون در رژیم سعودی در عربستان سعودی. یعنی وقتی که شما حتی به انتخابات ریاست جمهوری درون کشور آمریکا نگاه میکنید میبینید که مجلس انگلستان میاد و قبل از اینکه حتی این انتخابات انجام بشه در آمریکا حرفای خیلی تندی رو علیه ترامپ میزنه و همچنین نخست وزیر و غیره. چرا اینها این کار رو انجام میدن؟ به خاطر اینکه میدونستن در تمام دوران کاندیداتوری ترامپ، ترامپ چه مسئله‌ای رو در رابطه با عربستان سعودی مطرح میکرد و انگلستان منافع خودش رو برای به دست آوردن پول، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی در عربستان میدید که داره از دست میره با روی کار آمدن ترامپ و دقیقا همین اتفاق افتاد و شما دارید میبینید اتخاذ ولیعهد عربستان توسط پادشاه به چه صورت و گونه است که ولیعهد 32 ساله بسیارانی رو زندانی کرده در هتل‌های معروف این کشور و بسیارانی رو کنار گذاشته مشخصاً و حتی تهدید به دادگاهی کردنشون هم کرده. چرا این افراد از گذشته وابستگان طرفداران یا وابستگان و طرفداران ریشه‌ای در انگلستان بوده و کماکان هستند؟ برای اینکه سیاست آمریکا و سخن بین ریاست جمهوری آمریکا و پادشاه عربستان و ولیعهد یک صدا پیدا بکنه مجبور شدن که وابستگان انگلیسی رو کنار بزنن، که این با برخورد سخت انگلستان هم شما اگر توجهی بکنید در بی بی سی لندن میبینید که کماکان چگونه سعی میکنن در انحراف بیاندازن در خبرها و مسیر یک سری از واقعیت‌ها رو به سمت خودشون هدایت بکنن. شاید بسیارانی این پرسش رو برشون به وجود بیاد که آقا چرا بی بی سی لندن در بعضی از این خبرها اینچنین گزارش میده، در صورتی که گزارشگرهای دیگه در سایر میتونم بگم رسانه‌های جهانی به گونه دیگه‌ای تفسیر و تحلیل دارن. این از همینجا ساخته و پرداخته میشه که آمریکا امروز دست بالایی در سیاست‌های داخلی و همچنین خارجی عربستان داشته و کماکان داره و مطمئن بدونید که رفورم هایی رو که پادشاه عربستان توسط ولیعهدش انجام داد اینها 100% مغایر تفکرات و یا سازماندهی های کشورهایی مثل انگلستان بوده و هست. انگلستان همیشه دوست داشته که این کشور همونجوری که بود ادامه پیدا بکنه، ولی آمریکا وقتی که اومد و توسط ترامپ درخواست هایی رو اعلام کرد، ما قراردادهای نظامی با شما می‌بندیم اما شما میبایست یک سری مسائل رو در رابطه با حقوق بشر در این کشور رعایت بکنی. و وقتی اون مسائل آغاز میشه دست بسیارانی که مخالفان اصلی هستن و اینا وابستگان کشور انگلستان هستن کم میشه و کوتاه، که عرب ها، عربستانی ها بدونن، سعودی ها بدونن با یک کشور اونم آمریکا حمایت سیاسی نظامی آمریکا رو دارن، در کنارش حمایت سیاسی نظامی و همچنین اقتصادی اسرائیل رو هم خواهند داشت و همچنین تمام کشورهایی که نشستن و 41 کشور در همایش همین چند مدت پیش در هفته گذشته با نام اتحاد کشورهای، یعنی نشست کشورهای عربی و اسلامی انجام شد، در کنارش بعضی از کشورها هم بودن که اسلامی نبودن ولی اینها حضور داشتن که در رأس اونها عربستان سعودی بود که این همایش بزرگ رو به وجود آورد در اتحاد بر علیه شیعه‌گری و صدور انقلاب اسلامی به قول معروف خمینیزم و خامنه‌ای که
کماکان اصل 11 شون رو دارن انجام میدن. این پول هایی که هر روز به سوریه و عراق و دمشق و به لیبی و به یمن و به جای تا جای کشورهایی مثل فلسطین و لبنان فرستاده میشه از همین رو هست که اینها بتونن پایه های خودشون رو حفظ بکنن، به مردم ایران توجه نداشته و ندارن چون اصلا ایرانی نیستن، اینا اشغالگر بوده و اصلا تفکر فرهنگ ایرانی در ذهن اینا نمی گنجه و اینا دشمن هستن با فرهنگ ایرانی و آمدن که کشور رو تخلیه بکنن و در خدمت بیگانگان قرار بدن چون خودشون بیگانن. چرا؟ یکی از علل عمده این هستش که اینها همیشه به این فکر میکنن که اگر روزی ملت ایران متوجه شدن، همون حرفای خمینی، که اگه ملت متوجه به شما چه کلاهبردارانی هستی و در دل شما چه میگذره، پوستتون رو خواهند کرد. حداقل قبل از اینکه مردم بخوان پوستتون رو بکنن، شما یک کشوری داشته باشید با نام فلسطین، با نام لبنان، با نام سوریه، با نام عراق که بتونید به کشورهای خودتون بازگردید. بعد از اینکه خرابکاریاتون رو در این کشور انجام دادید، بتونید به اون کشور رو بازگردید. به هر روی این پیشگفتاری بود در رابطه با حرکت جنبش فدایان ایران به صورت مشخص بعد از ماها که تمام اسناد هست، علاقمندان میتونن بهش مراجعه بکنن و ببینن که ما در اون دوره چه گفتیم و دقیقاً مو به مو آنچه را که خدمتون عرض کردم انجام شد تا به همین ثانیه که من در خدمت شما هستم. خب حالا امروز باید چیکار بکنیم؟ بحث امروز هستش با داشتن چنین تجربیاتی از طرف من، از طرف شما مردم درون کشور و همچنین سایرینی که نظارگر بودن. خب من خیلی خوشحال هستم هموطنانی که در گذشته مخالفت می‌ورزیدن با اینکه روز اعلام بشه و همون دو سوال کلیدی که آیا شما اجازه از شاهزاده رضا پهلوی داری یا نداری، امروز به این نتیجه رسن که آقا روز میبایست مشخص بشه و اصلا مطرح نیست که یک جامعه میخواد به خیابونها بیاد تصمیمی برای خودش بگیره، چه برای رفتن به هفتم آبان، چه برای حرکت‌های سازمانی یا سازماندهی بخواد اجازه شخصی رو داشته باشه. آه شما موافق هستی یا مخالف هست؟ اصلا شاهزاده رضا پهلوی جایگاهش و شخصیتش چیز دیگه، کار دیگه، وظیفه دیگه رو در قبال مملکت باید انجام بده. این کارها متعلق به جامعه است که خود جامعه بیاد آغاز به کار بکنه و دست به کار بشه برای خودش. به هر روی شخصیت هایی که در اون دوران مخالفت می‌ورزیدن و حتی خودشون رو کنار گود نگه داشتن و این سوال ها رو مطرح میکردن، خیلی خوشحال هستم که به این نتایج دست پیدا کردن که ما نمیتونیم به کشوری آزاد دست پیدا بکنیم، ما نمیتونیم حکومت سرنگون بکنیم تا زمانی که مردم با برنامه ریزی کف خیابون ها قرار نگیرن. درون این مردم نظامی هست، ارتشی هست، سپاهی هست، بسیجی هست، کاسب هست، مردم عادی هستن و غیره. وقتی ما اسمشون میزنیم مردم، متشکل شده از تمام نیروها و تمام قوا در یک کشور، قوایی که مخالفه که با نام اپوزیسیون ازش نام میبریم. خب من خیلی خوشحال شدم وقتی که متوجه شدم دوستانی هم دارن برنامه ریزی میکنن برای 22 بهمن که از مردم بخوان با پرچمهای سرنگ شیر و خورشید نشان به خیابونها بیان که اینها برنامه‌های خودشون رو دارن. من قبل از اینکه فقط بخوام به این مسئله اشاره بکنم، اینو باید توضیح بدم قبل از اینکه ما حتی به این همبستگی و یا پیوند دست پیدا بکنیم، هموطنانی من داشتم و کماکانم دارم که در تمام گروه ها حضور دارن و مطالب رو از طرف من به دوستان میگن، مطابق با نام خودشون، با اسم خودشون مطالب رسیده میشه و همچنین مطالبی که در اون گروه ها مطرح میشه رو بر من توضیح میدن که آقا امروز به فرض مثلا در این گروه ها چه نظریاتی وجود داره، اینها چه فکر میکنن، چه برنامه ریزی های قراره انجام بشه و غیره که بتونیم یک هماهنگی رو به وجود بیاریم. همیشه خدمتتون عرض کردم از روز نخستی که UPO رو، یعنی United Persian Organization رو پایه‌گذاری کردن که سالهای طولانی از اون میگذره، چیز نزدیک به 13-14 سال، همیشه به این فکر میکردم که جریانات سیاسی درون کشور با یک همبستگی، یک اتحاد، اتحاد ملی میهنی میتونه به نتیجه برسه، نه با حمایت فرض بگیرید یک گروه، یک شخص و یک دسته اون کاری که
توسط آوردن خمینی به ایران انجام دادن و ما به کجا کشته شدیم. شما این صحبت ها رو هزار بار شاید شنیده باشید از افرادی که میگفتن خمینی از ما دزدید، ما نمیدونستیم، این به ما وعده وعید داد، در صورتی که عقلشون رو کار نبرده بودن. خمینی قشنگ داشت توضیح میداد من بیام چه میکنم و اینا نمیخواستن واقعیت ها رو بشنون و یا ببینن، منتها برای اینکه فقط به قول معروف میگن دبه بکنن و یا یک صحبتی بکنن زیر تمام واقعیت ها میزنن. خب امروز کجا قرار گرفتیم؟ من همیشه بر این پایه بوده و هستم که از راه همبستگی میتونیم به خواسته ها دست پیدا بکنیم و نمایش قدرت اجتماعی کف خیابان ها. دوستانی قبل از اینکه بعد از اینکه ما 26 رو رد کردیم، خب یک دورانی بودش که من با هموطنان صحبت میکردم و ازشون میخواستم که به قول معروف یک مقداری منطقی به داستان نگاه بکنن، چون قبلش برای مردم توضیح داده بودم که سه شکل میتونید شما وقتی وارد خیابون ها میشید باهاش روبرو بشید. هر سه شکل رو موشکافانه باز کردم، توضیح دادم که هر کدام از این اشکال میتونه به وجود بیاد. شما میتونید تو خیابون ها بیاین و هیچ کس درون خیابون ها نباشه، سرتون رو باید بنزید پایین برید. شما میتونید تو خیابون ها بیاین ببینید عده‌ای هستن که میتونید با پیوستن به اونها حرکت رو آغاز بکنید. یک زمانی هم هست که شما وارد خیابون میشید و میبینید میلیون ها نفر همزمان با شما وارد خیابون ها شدن. هر سه شکل رو برای مردم توضیح دادم که منتظر هر کدوم از اینها باشید که یک زمانی وقتی برخورد میکنید با چنین جریانی همچنین به قول معروف سورپرایز نشید و حالت تعجب بهتون دست نده یا شوکه نشید در هر سه قسمتش. یعنی با تجربه عمل کردم آگاهانه که بتونیم روزهای دیگه رو، ما از 26 هم آغاز کردیم، یعنی گفتیم آغاز حرکت‌های مدنی درون کشور، نافرمانی‌های مدنی به شکل خیزش‌های خیابانی و میلیونی از 26 هم آغاز میشه که بعدش هفتم آبان رو اعلام کردیم و دیدیم به چه نتایجی دست به نتایج بسیار بزرگی به دستمون اومد. نتیجه بعدش زلزله بود. یعنی در هفتم آبان و زلزله‌ای که از پیش اصلا تعیین نشده بود ولی به وجود اومد، مردم ایران مشخصا تمام صحبتایی رو که براشون انجام داده بودم که بر پایه یک سوال محوری بود که از خودتون بپرسید آیا حکومت اسلامی در ایران اشغالگر هست یا نیست، توضیح داده شد. یعنی هم در هفتم آبان و همچنین در زمانی که زلزله در کرمانشاه به وجود اومد و ارتش چه حماسه‌ای آفرید توسط خود مردم، و اینجا بود که مردم در کردستان و کرمانشاه متوجه شدن که ایران یعنی چی، هموطن یعنی چی. وقتی من میگم ما کشور ثروتمندی هستیم، جزو سه کشور ثروتمند جهان هستیم و اگر بخوایم دست به دست هم بدیم یک فقیر هم در اون کشور نخواهد ما بود در آینده نشندان دور بعد از رفتن حکومت اسلامی، دقیقاً همینجاست که ما توسط قوانین مدنی درون کشور حمایت نمیشیم. مردم با همت و هویت خودشون، با فرهنگ دیرینه خودشون هستش که این مملکت رو تا به امروز این چنین سرپا نگه داشتن. این هر مملکت دیگری بود تا به امروز با این کارهایی که آخوند و بچه آخوند درون کشور انجام داده بود و این انحصار طلبی و تجاوز و کشتار تا به امروز نابود شده بود صدها بار. یک سال از حکومت اسلامی اگر در آمریکا بود این کشور به 50 کشور تا الان تقسیم شده بود، ولی اون چیزی که تونسته کشور ما رو حفظ بکنه همون هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی و تمدن ایران شهری که در دل هر ایرانی وجود داشته و داره، حالا مسلمان و غیر مسلمان نداره. فرهنگ همیشه خدمتتون عرض کردم یک قسمت کوچکش برمیگره به مذهب. مذهب همه چیه، یک فرهنگ درون یک جامعه نبوده، نیست و نخواهد بود، به خصوص جامعه‌ای مثل ایران. به هر روی ما از اتحاد مردم ایران در کرمانشاه هم عبور کردیم و ما از قبل در رابطه با روزهای مهم با مردم صحبت میکردیم که آقا مردم تقاضا میکردن آقا روز دیگه ای رو اعلام بکنید، روز دیگه ای رو اعلام بکنید، باز بیاییم وسط. که من در طول تمام این مدت خدمتتون عرض کردم از مالباختگان حمایت بکنید. هر جای کشور، جای کشور که شما میبینید هموطنی داره صداش فریادش بر آسمان هاست، بهش بپیوندید و اون رو آگاه تر بسازید که این اتفاقی که برای تو افتاده فقط به خاطر چند میلیون تومن نیست که به شما بدن و شما حالت خوب بشه. مسئله ریشه‌ایه، مسئله قانون اساسی حکومت اسلامیه،
مسئله انحصار ورثه این کشوره، مسئله مالکیت کشوره که به دست آخوند و بچه آخوند افتاده و اینا ثروت ما رو دارن تاراج میبرن. در زمانی که مردم زیر آوار گیر کردن در کرمانشاه، حکومت فرستاد آخوند و بچه آخوندهای خودشون فرستاد اونجا سلفی میگیرن، تمام تجهیزات رو به سمت کشورهای دیگه روانه میکنن، در صورتی که میگن آقا ما بودجه کافی نداشتیم و نتونستیم آمبولانس به اندازه کافی نداشتیم، اتومبیل به اندازه کافی نداشتیم و یا غیره امکانات رفاهی دیگر. خب زمانی که هموطنان ما در گروه های دیگه اعلام کردن که 22 بهمن رو میخوان چنین حرکتی رو انجام بدن، خب من خیلی خوشحال شدم. در واقع به این نتیجه رسیدند، به این آگاهی دست پیدا کردن که با خانه نشستن و یا تحریم کردن رفتن نشستن تو خونه ما به جایی نمیرسیم. این جامعه باید بیاد کف خیابون آگاهانه و از موضع قدرت با دانش و همبستگی خودش کشور رو پس بگیره و بعد خودش میدونه برای خودش چگونه نقشه بکشه، چه آینده‌ای برای خودش در نظر گرفت. مردمی بتونن این توانایی رو داشته باشن در برابر چنین حکومت جنایتکاری بیستن، مطمئن بدونید که میتونن کشور رو حفظ بکنن. خب دوستانی فرستاده شدن از گروه‌های دیگه صحبت کردن، توضیح دادن که شما هم بپیوندید، با اینکه در طول تمام این مدت چه افرادی بودند ترور شخصیت می‌کردن، دروغ‌های آنچنانی گفته بودند و غیره، و ترس از این بود که من قبول نکنم که به سایر هموطنان بپیوندم و در یک حرکت بزرگ همه با هم همکاری بکنیم، در صورتی که من همیشه خدمتتون عرض کردم مسئله من اولویتی رو که در ذهن همیشه داشته و دارم نجات بچهای ایران در درجه اول از این زندان هاست، یعنی آزادسازی تمام زندانیان ایرانی که با نام زندانیان سیاسی در این زندان ها نگاهبانی میشن و در این سیاه چال، اولین اولویت اینه، آزادی تمام این فرزندان، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان که بیش از 35-6 سال 7 سال هستش در این زندان ها هستن، عده‌ای مدت های کوتاه، عده‌ای دراز مدت، این اولین اولویت هست و باید این کار انجام بدید. وقتی شما به این مسئله فکر میکنید و بعد حضور مردم در اون کشور، اختلاف نظرهای گذشته و یا سیاسی و یا حتی اتهامات نادرست و یا دروغ‌هایی که به شما زده شده رو میباید به راحتی ازش بگذره. اصلا من این مطرح نیست که من بخوام راجع به خودم صحبت بکنم. یک کشور، یک تاریخ، مردم میلیون‌ها نفر دچار آسیب‌های اجتماعی شدند و اینها هر چه سریع‌تر باید خودشون توسط دست‌هایی که زنجیر می‌کنن به هم دیگه خودشونو آزاد بسازن. پس مسائلی که با برنامه ریزی هایی که از طرف وزارت اطلاعات انجام شد و عده‌ای به نادرست گول خوردن یا حالا نمیدونم افراد نفوذی بودن، حالا هرچی که بودن، این مسائل رو دنبال کردن و ما چیز دیگه ای رو در 26 قبل از 26 حتی دیدیم، اینا باید کنار گذاشته باشه و هر کسی باید زمان میبره که مشخص بکنه واقعا زبانش با دلش یکی هست یا نیست. من به هیچ عنوان، نه اینکه بگم ناراحت نشدم، از دست بسیاران ناراحت شدم، حقیقتش که چه مقدار بعضی از افراد دروغ گفتند، ناسزا گفتند و در واقع شکست ملت ایران شکست تک تک این افراد بوده و هست، شکست من شکست همه جامعه ایرانیه، چون آنچه که من میخوام برای جامعه ایرانی میخوام، من که اسیر نیستم، این جامعه است که اسیره و این جامعه است که باید آزاد بشه. پس بنابراین شکست حتی هر فعال سیاسی که با جان و دل داره کار میکنه ولی راه خودش رو داره توضیح میده شکست همه است. ما اگه این چنین فکر بکنیم دقیقا میتونیم این طرز فکر انتقال بدیم به درون کشور و این مردم هم احساس مسئولیت بکنن. وقتی میگیم خورده شدن پول این ملت، مال باختگان، خورده شدن پول همه ملت هست، دقیقا این رو باید خودمونم بشنویم که آقا شکست یک گروه سیاسی، شکست یک جنبش، شکست یا نرسیدن به خواسته هاشون، دقیقاً این همه جامعه رو در بر میگیره، چه جامعه سیاسی چه غیر سیاسی. ولی وقتی ما فقط به فکر قدرت شخصی خودمون باشیم، چون بعضی‌ها هستن برای خودشون دارن تفکراتی دارن که به قدرت در آینده برسن، اون قدرت است، رسیدن به اون قدرت است که اینها رو برحذر می‌داره از دیدن حتی بسیاری از واقعیت‌ها
و وقتی که این واقعیت ها حتی به این شکل توضیح داده بشه و زمانش که برسه، که احتیاج به زمان و تاریخ هست که برای مردم بسیاری از این روزگار توضیح داده بشه، اونم نه فقط با بیانم بلکه مردم لمس بکنن یک جریاناتی رو که میبینن به صورت ملموس براشون مشخص بشه، خود مردم دیگه ادامه دهنده اون جریانات و اون روند خواهند بود دیگه، چه شمیرانی باشه چه نباشه. به هر روی آنچه را که اتفاق افتاد و حتی جریاناتی که درست کردن دارای دستاوردهای متفاوتی بوده که این دستاوردها متعلق است به جامعه ایران و تاریخ ایران. فقط دستاورد من نبوده، من در خدمت جامعه بوده و هستم به عنوان یکی از سینه سوخته های این دوران، این دوران مهاجرت که فعالیت های فراوان انجام داده برای روشن کردن مردم و باز کردن مسائل تاریخی و بعد خط دادن به اینکه حالا امروز کجا قرار گرفتیم و چه بکنیم. مثلا این فقط نیستش من بگم در گذشته چه اتفاقی افتاد یا بخوام به قول معروف ای توضیح واضحات بدم و یه چیز تکرار بکنم یا درود بر این درود بر اون، یا فقط در رابطه با قهرمانان زیر خاک به قول معروف صحبت بکنم. نه، ما میبایست در جامعه قهرمانان زنده هم داشته باشیم و این قهرمانان هستن، این رهبران سیاسی هستن، این فرماندهان سیاسی هستن که میتونن کشور رو حفظ بکنن و اینها باید حضور داشته باشن. ولی خب یک هماهنگی میخواد، یک فرماندهی میخواد که نه به اون حساب و منظور که بخواد خط ایدئولوژیکی بده، بلکه هماهنگ بکنه، کوردینیت بکنه، سازماندهی بکنه و دقیقاً سلسله مراتب رعایت بشه، یک جریان سیاسی رو به سمت جلو پیش ببرن که در نهایت همه‌گیر و فراگیر بشه و جامعه خودش دست به دست هم میده و به نتیجه دست پیدا میکنه. اما یک فرماندهی میخواد، یک برنامه ریزی میخواد، به قول معروف یک دیسیپلین میخواد. دیسیپلین به معنای دیکتاتوری یا خود بزرگبینی نیست، بلکه در هر کاری شما وقتی مدیریت داشته باشید میتونید به بهترین وجه با اون امکانات حتی کمی که دارید ازش استفاده بکنید و بهره ببرید. این چیزی بودش که من همیشه در نظرم بود و هست. من در این جریان قرار گرفتم و حمایت میکنم 22 بهمن رو برای یک خیزش دیگر، ولی اینو باید توضیح بدم با تجربه و روزهایی که گذشته دقیقاً برای به خصوص برای عزیزانی که در جنبش فدایان ایران بودن، همون سه شکل رو بازم به قول معروف تجویز میکنم. یعنی به هیچ عنوان این جامعه نباید فکر کنه که خب روز 22 بهمن همه چی تموم میشه. از دیدگاه من میتونم دیدگاه خودم رو بگم، به هیچ عنوان، بلکه میتونه همه چیز از این روز مجدداً آغاز بشه و همینطور هم هست. یعنی حتی اگر ما بخوایم حکومت اسلامی رو با میلیون ها نفر شکست بدیم، آغازی است بر پایان حکومت اسلامی. پس همه باید آستینا رو بالا بزنن، خودشون حفظ بکنن که برنامه‌ریزی‌ها به چه صورت هست، نه اینکه به مردم بگن آقا همه چی تموم شد، برید در منازلتون بنشینید و ما کشور آزاد کردیم. خیر، اون تازه آغاز حرکت اجتماعی مردم و خیزش ملت ایرانه برای پسگیری متعلقاتش، برای پسگیری آب و خاکش، که دیگه آقا بالا سر نداشته باشه بشه که چجوری زندگی بکن، چی بخور چی نخور، چجوری بپوش، با کی باش با کی نباش، چی بگو چی نگو، و در نهایت ببندت قفلت بکنه، تمام داراییت رو، تمام ثروتت رو بفرسته به کشورهای دیگه با نام اسلام، با نام اینکه اسلام در خطر است، اسلام حد و مرز نمیشناسد و غیره، و کلاهبرداری های از این مسائل که با براه انداختن دستجات و عزاداری های مذهبی از باورهای مذهبی و ضعف مردم استفاده میکنن برای جیب زدن. این دوران داره کم کم به پایان میرسه با روشنگری هایی که در طول تمام این مدت انجام شده از طریق تلگرام و یا دنیای مجازی. من فقط این گونه خدمتتون عرض بکنم، با چشم باز باید حرکت بکنیم. ما به خصوص بچه‌هایی که در جنبش فدایان ایران همکاری کردن میدونن این بار با تجربه بیشتری در خیابان‌ها قرار می‌گیرم، منتها با بینش همون سه حرکتی که خدمتتون عرض کردم، همون سه جریانی که می‌تونه شکل بگیره و پیدا بکنه. وقتی که این بار شما در خیابان‌ها قرار می‌گیرید، با بینش بالاتری، با نگاه بهتری به جریانات نگاه می‌کنید. دیگه فکر نمی‌کنید شکست خوردید، بلکه این دقیقاً حرکتی است برای رسیدن به خواسته‌ها. حال در چه زمانی جامعه متوجه میشه و میتونه متوقف بکنه این لوکوموتیو
به جهنم فرستادن ملت ایران و توسط حکومت اسلامی زمانی است که جامعه، اکثریت غریب به اتفاق جامعه بدون شمیرانی چی گفت، چه حرکتی انجام داد و همچنین سازمان‌های دیگه، فقط من نیستم، سازمان‌های دیگه، نهادهای دیگه، جریاناتی است که از طرف میتونم بگم سازمان‌های متفاوت فکری و اندیشه‌ای میره که شکل بگیره، منتها در یک جا به هم باید برسن. این دقیقا همون چیزی است که در آینده حتی بعد از شکست حکومت اسلامی ما میباید پایگذار باشیم و به نظر من اینجا اپوزیسیون هم داره صیقل پیدا میکنه و داره خودش رو آماده میکنه برای شنیدن نظرهای متفاوت، راههای متفاوت و دیگه افرادی نیستن که فقط بگن مرغ یه پا داره، بلکه این جامعه میباید طرح و برنامه بهش داده بشه، منتها نه دروغی نه الکی، نه اینکه بگه فرد دیگه تموش، اصلا شما یه چیز دیگه میبینی، خیر، با چشم باز حرکت میکنه و اون سه شکل رو از جریاناتی که توضیح دادم رو میباید شما این بار با داشتن تمام این آگاهی ها بهش جون بدید و جان ببخشید. و من از همگان میخوام، از همه سازمان ها، از همه نهادها درخواست میکنم، حالا در روزهای آینده بیشتر توضیح میدم در رابطه با تجربیات خودم، در رابطه با روزهایی که سپری کردم که چه چیزهایی میتونه اتفاق بیفته و شما میتونید چه روزگاری رو قبلش ببینید، بعدش ببینید، آنچه که در نظرم هست و با شما در میون میگذارم. ولی بسیار خوشحالم که میبینم سایر سازمانها هم یکی پس از دیگری دارن میپیوندن و از مردم میخوان که در حرکتهای اجتماعی و سازمان یافته گروه ها استفاده بکنن، حرکتهای اجتماعی که از طرف سازمان‌های متفاوت، نهادهای متفاوت، جنبش‌های متفاوت در خارج از کشور هست. ولی این جامعه باید اینو بدونه که کشور ایران متعلق به همه است و همگان باید نظریات خودشون رو آزادانه با مردم در میون بگذارن، دقیقاً مثل فردای آزادی که جامعه فرض بگیرید ماهای بعدش میره برای انتخاب نوع نظام، خواهد به یک نظامی رأی بده، این جامعه باید حرفای همه رو بشنوه، راهای همه رو بشنوه، بدون اینکه کسی بخواد به کسی دیگه ای توهین بکنه. و این حرکت نادرستی که تا به امروز به وجود آوردن برای اینکه فرض بگیرید یک گروه سیاسی بیاد وارد کار بشه برای اینکه خودش رو به قول معروف ارجحتر بدونه نسبت به حرکتایی که داره انجام میده و مشروعیت به خودش ببخشه، بخواد دهنش رو باز بکنه به سایرین بد و بیراه و ناسزا و دروغ و چوب لای چرخ و ترور شخصیت و هر کاری دیگه میتونه بکنه، این کارها کم کم رنگ خودش رو داره از دست میده و خواهد باخت. و بعد دقیقاً وقتی ما میگیم یک جامعه مدنی میخوان و یک حرکت دموکراتیک میبایست درون جامعه ایرانی شکل بگیره، در بدترین شرایطی که میره کشور ما تهدید بشه از هر سو، همچنین به سمت جنگ کشیده بشه، این حرکت هاست که میتونه سازمان یافته وارد ایران بشه، انتقال درست داده بشه، بدگویی ها کنار گذاشته بشه و بدبینی ها کنار گذاشته بشه و هر کسی، هر سازمانی برنامه ریزی برای خودش داره برای روز 22 بهمن، با افرادی که داره برنامه ریزی شو بکنه. یعنی به نظر من زیبای کار این چنینه که هر سازمانی، هر جنبشی، هر گروهی، هر دسته‌ای که تا به امروز فعالیت کرده، از طرفدارانش، از کسانی که بهش گوش میدن، از میکروفون هایی که داره استفاده بکنه برای نوعی که خودش دوست داره این تجمع انجام بشه، که حکومت اسلامی دیگه نمیتونه بیاد فرض بگیرید به یک نقطه حمله بکنه، در شهرهای مختلف خواهد بود با برنامه‌ریزی‌های مختلف که دیگه نمیتونه به فرض دست یک سازمان، یک گروه، یک دسته رو بخونه. منم از همه عزیزان درخواست کردم و میکنم 100% به مال باختگان بپیوندن، از اونها بخوان که در روز 22 بهمن به پا بخیزن، مسائل خودشون رو مطرح بکنن، ترس رو کنار بگذارن، کشور متعلق به شماست، آینده متعلق به جوانانه، کشور ما جزو سه کشور ثروتمند جهانه که هر روز صدها میلیون دلار، دقیقاً دارید درست میشنوید، صدها میلیون دلار درآمدش داره به جیب کشورهای دیگه ریخته میشه برای حفظ آخوند و بچه آخوند و آن چیزی که بهش میگن نظام اسلامی. به هر روی صحبت ها طولانی شد، با پوزش از شما، ولی واجب بود که در این رابطه صحبت بکنم و براتون توضیحاتی بدم که در
زمانش هست که اشخاص و شخصیت ها نشون میدن دارای چه نوع پتانسیلی هستند و آنچه را که در طول تمام سالها گفتن بیان کردن مرد عملش هم هستند و اون رو به اجرا میگذارن. من از سایر گروه ها بسیار سپاسگزارم و اصلا مطرح نیست که بینش سیاسی یا نگرش سیاسی ما رو و من رو حتی در جنبش فدایان ایران قبول دارن یا مخالفش هستن، اما همونطور که خدمتون عرض کردم ما باید به یک بینشی برسیم، به یک دانشی دست پیدا بکنیم که همین تفاوت هاست که یک جامعه مدنی رو در آینده ایران می سازه، با نگه داشتن حرمت شخصیت ها و افراد و رهبران سیاسی و کسانی که از جانشون مایه میگذارن، زندگیشون رو هزینه میکنن برای ایرانی آزاد آباد. فقط کوتاه مختصر مفیدم فکر میکنم براتون توضیح بدم در رابطه با این مسئله که پرسش زیاد بوده، در رابطه با افرادی که اعلان کردن فرض بگید مثل آقای قادری که میخوان برن به ایران. من ازشون درخواست میکنم اگر صحبت من رو میشنون، اگر این پیام بهشون داده میشه، چون در پشت پرده ها و همچنین کانال خودم هم از ایشون حمایت کردم و همچنین افراد دیگه که فکر میکنن با رفتنشون به ایران مسئله رو میتونن تغییر بدن، این فقط خدمتتون عرض بکنم یک جامعه است که با آگاهی باید به نتیجه دست پیدا بکنه و الا فدا کردن جان یک نفر یا چند نفر یک جامعه ای رو که این چنین دربند هست رو نمیتونه نجات بده. جان تک تک شما عزیزان برای من و امثال من مهم بوده و هست. ازتون درخواست میکنم که در تصمیماتتون تجدید نظر بکنید، بمانید در کنار ملت، بمانید در کنار مردم و تجربیات خودتون رو انتقال بدید. هر شخصیتی، هر شخصی از جامعه ایرانی که در کنار دیگری قرار میگیره یک اصل هست که به دست جامعه ایرانی داده میشه و یک نفر دیگه اضافه میشه به این گروهان، گردان و لشکر و تمام نیروی نظامی و غیر نظامی که ما در برون و درون مرز داریم. پس جان هر ایرانی مهم بوده و هست که نمیبایست به خاطر حتی شجاعت ها، حتی دلیری ها، حتی از جان گذشتگی ها این چنین به دست حکومت اسلامی از بین بره. ازتون درخواست میکنم، از دیدگاه من تقاضا دارم ازتون تجدید نظر بفرمایید در تصمیماتتون و اون انرژی رو، اون وجود و اون حضور رو بگذارید در هماهنگ کردن، در آوردن شخصیت های دیگه، مردم عادی به صحنه برای پسگیری کشور. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.